مدتی است خبرها و تصاویری از سفر ایرانی‌ها به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا منتشر شده. اتفاقی که هرچند به قیمتی گزاف عده‌ای را از نعمت واکسن برخوردار می‌کند، اما درد کمبود واکسن در ایران را اوریان‌تر نشان می‌دهد. ابتدا تعدادی از مسئولان سعی کردند بگویند مسئله محدود به تعدادی اندک است، اما به مرور حجم مسافران ایروان بیشتر شد، تا جایی که سخنگوی گمرک گفت از 1 تا 25 تیر دست کم 14,000 ایرانی به ارمنستان سفر کردند. آماری که برخی مدیران آژانس‌های گردشگری میگویند یک تخمین دست پایین است و آمار واقعی احتمالاً میلیونی است. این حجم بالای مسافر به مقصد کشوری که تنها حدود 3.5 میلیون نفر جمعیت دارد موجب شد زیرساخت‌های ارمنستان جوابگو نباشد و در نتیجه تعداد زیادی از ایرانیان شب را لب مرز یا در خیابان‌های ایروان سپری کنند. متقاضیان واکسن که زیادتر شد، ارمنستان اعلام کرد شرط ارائه واکسن به گردشگران 10 روز اقامت در این کشور است. اتفاقی که هر چند هزینه‌های این سفر را بیشتر کرده، اما هنوز از تعداد مسافران کم نکرده. ضمن اینکه برخی از این مسافران به ایسنا گفتند بعضی از ایرانی‌ها 10 روز هتل رزرو می‌کنند، واکسن می‌زنند و بعد اتاق را تحویل می‌دهند و بخشی از پولشان را پس می‌گیرند. این تصاویر صف ایرانی‌ها برای دریافت واکسن کرونا در ارمنستان را طی روزهای اخیر نشان می‌دهد. هیچ کدام از کسانی که در این نوبت ایستاده‌اند حاضر به مصاحبه در مقابل دوربین ایسنا نشدند. فعلا این سفرها ادامه دارد. سفری که با کمی هزینه انتظار چند ماهه برای دریافت واکسن کرونا را به انتظاری چند ساعته تبدیل می کند تا نشان دهد وقتی مدیریت درستی نباشد، با پول جان را هم می توان خرید.